اون موقع در واقع اومدیم در مورد این صحبت کردیم که یک بازیگر اصلی در پشت صحنه این تحولات هست و اون هم رژیم صهیونیستی و اتاقهای در واقع امنیتی اطلاعاتی هستش که از سازمان موساد و دیگر سازمانهای امنیتی اسرائیل داره تغذیه میشه و همینطور یک سری بازیگران دیگری هم هستند که گرچه نسبت به اسرائیل موقعیت فرعی تری دارند، ولی که به هر حال دارن در این اتاق عملیات مشترک در کنار اسرائیل بازیگری میکنن. ببینید، زمانی که این هشتگ وارد فضای مجازی شد و توسط کاربران عادی، مردمی که تا قبل از این اعتراضات شاید هیچ کدومشون حتی در این شکل از اعتراضات مجازی حتی حضور فعالی هم نداشتن، داشت مورد استفاده قرار می گرفت، همین هشتگ در واقع عملیات ایران یا آف ایران 2022 بود، مشخص شد که اصلا یه عملیاتی در پشت صحنه طراحی شده برای اینکه حالا به این اعتراضات جهت بده یا اینکه در واقع بتونه رویکردهای معینی رو در این اعتراضات برجسته بکنه. بنابراین خودش یک نشانه بود، ولی خب این اصلا به چشم بسیاری از کاربران خشمگین اون روزها تو فضای مجازی نمی اومد و یا شاید خیلی هاشون حتی ما رو به تئوری توطئه و اینکه همیشه شما دست دشمن رو پشت سر هر اعتراضی میبینید متهم میکردن. ولی متاسفانه هرچی که زمان گذشت و ما اومدیم جلوتر و همینطور برگشتیم، حتی به یه کمی به عقبتر هم نگاه کردیم، یعنی قبل از این اعتراضات متوجه شدیم که نه، این اتاق عملیاتی از مدت‌ها قبل طراحی شده بوده و این که حالا جرقه این اعتراضات با مرگ مهسا امینی که قلب همه ایرانیان رو هم به درد آورد در واقع مشتعل شده و این جرقه تبدیل به یک آتشی شده، اینه که ممکن بود یک اتفاق دیگری بیفته، یعنی در مجموعه گسل‌های اجتماعی که امکان داره که فعال بشن، خب این احتمال وجود داشت که یک اتفاق دیگری در یک نقطه دیگری از ایران بتونه این جرقه رو بزنه و این آتش رو مشتعل بکنه. ولی خب متاسفانه این اتفاق با مرگ مهسا امینی افتاد، ولی کن اتفاقی بود که با توجه به ویژگی‌هایی که داشت، یعنی این حادثه، این واقعه، مجموعی از گسل‌ها رو به نوعی میشه گفت در تقاطع چندین گسل قرار داشت و از این جهت مورد متاسفانه خوبی بود برای اینکه این اتاق عملیات با تمام قوا فعال بشه. در کنار اسرائیل یکی از اون بازیگرانی که نقش قابل توجهی به نظر میاد در این اعتراضات داشتن، سازمان مجاهدین خلق بوده که به نظر میاد که به عنوان یک واحد عملیاتی و میدانی برای اینکه بتونه مؤثر باشه در این آشوب‌ها و در این اعتراضاتی که وجود داشته، نقش خیلی مؤثر و ویژه‌ای داشته. ما در مورد این مسئله بارها صحبت کردیم که این اعتراضات از یک نقطه‌ای به بعد دیگه وارد یک فازی شدن که ما بهش میگیم استمرار اجباری آشوب، یعنی اینکه باید در واقع تمام تلاششون رو میکردن برای اینکه به هر ضرب و زوری که شده این اخبار اعتراضات داغ بمونه و مورد توجه مخاطبان قرار بگیره به شکل مستمر. اینها با تولید اخبار دروغین، اخبار مغشوش، یعنی آمیزه ای از اخباری که هم بخشش واقعیت بود ولی کن بخشش دروغ بود، و همینطور با ایجاد انواع ناامنی و فضای وحشت و به نوعی اون به گروگان گرفتن امنیت روانی شهروندان، سعی کردن که این اعتراضات رو به هر شکل ادامه بدن. ما شاهد متاسفانه عملیات ترور بودیم و اون چیزی که حالا ازش به عنوان کشته‌سازی یاد میشه، یعنی اینکه شهروندانی در این بین در این اعتراضات کشته شدن که حکومت میگفت به هر حال کار ما نبوده، ما اصلا مثلا از گلوله جنگی در این نقطه استفاده نکرده بودیم، ولی کن به هر حال این شهروندان کشته شده بودن و فضای رسانه‌ای غالب هم به گونه‌ای بود که به هیچ عنوان زیر بار این قضیه نمی‌رفت که این کار دولت نبوده باشه، و از این نظر این اتفاق بسیار دردناکی بود. و گستره خشونت رو ما شاهد این قضیه بودیم که به نحو به نوعی شگفت‌انگیز این خشونت ها گسترده شده بود، یعنی اینکه این اتفاقاتی داشت میفته، اولا به تعداد بسیار زیادی از کسانی که جز نیروهای نظامی و انتظامی کشور بودند
اینها از بین رفتن در طی این اعتراضات. رفتارهای عجیب و غریب خشونت‌آمیز رو ما از کسانی که به نوعی به نظر می‌رسید شهروندان عادی باشن هم داشتیم شاهد بودیم. از سمت این رسانه‌ها و این اتاق‌های عملیاتی انواع آموزش‌های رفتارهای خشونت‌آمیز و برخورد با نیروهای نظامی و انتظامی رو شاهد بودیم و همینطور شاهد این قضیه بودیم که سعی می‌شد که بر حکومت و افکار عمومی با کمک چه نیروهای سیاسی که به نوعی حتی خودشون بخشی از حکومت بودن در سالهای گذشته، مثل نیروهای اصلاح طلب و کسانی که نزدیک به اینها بودن، و همینطور با استفاده از بازوهای مثلا حقوق بشری هستند که به خصوص این اواخر فعال شدن، سعی بوده که بر حکومت این فشار گذاشته بشه برای اینکه اینها بتونن دائما فضا رو داغ نگه دارن، نشون بدن که این اعتراضات پایان نگرفته و امکان نداره که اصلا پایان پیدا بکنه. یعنی این تلقی رو در شهروندان به وجود بیارن که ما از یک نقطه‌ای در واقع عبور کردیم، این اعتراضات دیگه از یک خطوطی گذشتن و ما از به نقطه غیر قابل بازگشت رسیدیم، در نتیجه ما نمیتونیم تموم بکنیم، پس باید تا تهش بریم و تهش واقعا جای بسیار ترسناکی خواهد بود. فکر میکنم میتونیم از همین سازمان مجاهدین شروع بکنیم به عنوان واحد عملیاتی و میدانی این اتاق ستاد مشترکی که در واقع در موردش صحبت کردیم که به نظرم جالب توجه خواهد بود. خب با چه اسنادی میخواین این رو شما نشون بدید؟ بریم روی در واقع یه سری از این توییت های ایران اینترنشنال اگر میشه نشون بدین که به شکل یک ویدیویی پشت سر هم بر اساس تاریخ اینها منظم شدند و نشون میده که ایران اینترنشنال به شکل روزانه داره در مورد یک پدیدهی به اسم کمیته های جوانان محلات شهرهای مختلف مدام صحبت میکنه. بحث کمیته محلات درسته و شما حالا در جاهای دیگه هم در موردش توییت های مختلفی زدید. چرا کمیته محلات مهمه و چرا شما گمان میکنید کمیته محلات به مجاهدین مربوطه؟ ببینید کمیته محلات، کمیته در واقع کمیته های جوانان محلات شهرهای مختلف، برای در واقع شهرهای مختلف چنین کمیته های جعل شده، کمیته هایی که حقیقتا مجازی هستن عمدتاً و در واقع اینها قراره که یک وظیفه‌ای رو به انجام برسونن که پیشتر سازمان مجاهدین خلق از طریق کانون های شورشی خودش سعی میکرده که دنبال بکنه. کانون های شورشی یک ایده‌ای هستن که توسط برحال مسعود رجبی معرفی شد سالیان گذشته در سازمان مجاهدین خلق و در واقع هدفشون این بوده که کانونهای شورشی به عنوان یک مجموعه ای از سلولهایی که در اون هواداران سازمان مجاهدین خلق خودشون رو به نوعی سازماندهی میکنن و این کانونها در مواقعی که شرایط به نوعی اطلاع یک اعتراضی، یک جنبشی، خروشی، خیزشی در جامعه به وقوع میپیونده، این کانون ها به عنوان سلول های اعتراضات وارد عمل میشن و در هماهنگی کامل با همدیگه سعی میکنن که مسیر این اعتراضات رو به اون سمتی که براشون به هر حال مطلوبه هدایت بکنن. اینها برای مجموعه شهرهای ایران یک کمیته مجازی درست کردند و از هشتگ هایی که داره به شکل بسیار گسترده در این اعتراضات برای در واقع انعکاس اخبار اعتراضات استفاده میشه رو ذیل این اخبارشون کاملا میزنن و از طریق همین رسانه ها هم تقویت میشن، تبلیغ میشن. خیلی هم به سازه سریدوزی ساخته شده، معلومه که از یک مرکز مشترک ساخته شده، احتمالا حالا از خود تیرانا ساخته شده باشه چون صفحات دقیقا شبیه همدیگه است و بسیار به شکلی منسجمه. سازمان مجاهدین برای اینکه بتونه نقش موثری داشته باشه در اعتراضات یا در واقع یک آشوب هایی از این دست که در دو ماه و نیم گذشته شاهد بودیم، نیاز به این داشت که اون قبح همکاریش با بیگانه و خیانت به میهن به نوعی جبران بشه. این در واقع عادی سازی این شکل از خیانت و قباحت
از طریق در واقع رسانه ایران اینترنشنال در طی سالهای گذشته و به خصوص ماهای گذشته به انجام رسیده بود. بنابراین روند عادی سازی شروع شده. از طرف دیگه سازمان مجاهدین خلق یک ویژگی هایی داره که در بین مجموعه سازمان های سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت که ویژگی های خاصی هستن. سازمان مجاهدین خلق عملا میشه گفت بهشون که شبیه کنتراهای ایران هستن، یعنی شبیه کنتراها در نیکاراگوئه، اینها به نوعی کنتراهای ایرانی هستن و برای به عنوان یک نیرویی که بتونن در میدان عملیات تخریب، ایجاد آشوب و اینکه در واقع بتونن این اعتراضات رو به یک سمتی بکشن که کاملا خلاف اون روندی هستش که مجموعه اعتراضات مدنی طی میکنن، اینا کاملا زبردستن در این قضیه. سازمانی که آموزش های نظامی دیدن از طریق سازمان سیا و خود در واقع در عراق و همینطور توسط اسرائیل بسیار آموزش دیده هستن تو حوزه های مختلف. از طرف دیگه کاری که اینها میتونن از طریق این کمیته های محلات انجام بدن با الهام از اون کانون های شورشی اینه که در واقع میان چه کار میکنن؟ ما در این اعتراضات با توجه به این که سن معترضان، یعنی کسانی که در خیابان بودن، عمدتا بسیار پایین بوده، یعنی ما با یک رنجی از نوجوانان و شهروندان بسیار جوان مواجه بودیم، اینها عمدتا هیچ حافظه‌ای ندارن نسبت به تاریخ معاصر، یعنی نسبت هیچ درکی از حتی اتفاقاتی که در دهه 60 یا حتی 70 شمسی افتاده، هیچ درکی ندارن از مجموعه این روندها. بنابراین اولا فکر میکنن اتفاقاتی که الان در این دوره افتاده بسیار استثنائیه و ما در یک وضعیت ویژه‌ای به سر میبریم که اینها باید به نوعی نقش تاریخی خودشون رو تو این فرصت استثنایی انجام بدن، در حالی که هیچ اتفاق استثنایی رخ نداده. از طرف دیگه این کانون ها از طریق در واقع اون شکل از روابطی که تو شبکه های مجازی برقرار میکنن، میتونن روند جذب بی پایان جوانان بی حافظه رو با امکاناتی که به خصوص با توجه به اینترنت و شبکه های مجازی بسیار فراهمه به انجام برسونن. از طرف دیگه این کار رو میتونن انجام بدن که با دامن زدن به سطح خشونت در اعتراضات، امنیتی سازی اعتراضات رو به نوعی بهش دامن بزنن و سطح خشونت رو بالا ببرن و همین این باعث میشه که در واقع اعتراضات تغییر فاز بده و این درک در معترضان به وجود بیاد که آها، حالا دیگه با دست خالی و بدون اسلحه و کوکتل مولوتوف نمیشه اعتراض کرد. از طرف دیگه کاری که اینها انجام میدن به دلیل مهارت‌هایی که دارن در ترور و قربانی سازی، اقداماتی انجام میدن که متاسفانه ممکنه از بین این جوانان و معترضان که در خیابان هستن در واقع قربانی بگیرن، به خاطر اینکه اینها از اجساد معترضان، از خون معترضان ارتزاق میکنن. این خون تبدیل به اخباری میشه که به شکل مستمر برای همون استمرار اجباری آشوب بسیار کار آمده. در نتیجه اینها در بین مجموعه سازمانهای سیاسی از ابزارها و امکانات و به نوعی اون استراتژی های کاملا مجهز هستند به تمام این ابزارها و امکانهای ذهنی و عینی برای اینکه بتونن این وظیفه رو به انجام برسونن. در نتیجه هیچ تردیدی من شخصا ندارم که کمیته جوانان محلات شهرهای مختلف که سازمان در واقع میگم سازمان حقیقتا این تلویزیون اینترنشنال در طی این مدت بسیار پروموتشون کرده و ازشون پشتیبانی کرده، از طریق سازمان مجاهدین در واقع خطش از اونجا اومده بیرون. بسیار. پس یه نکته این که در واقع شباهت خیلی زیاد سازمانی داره به اون چیزی گفتیم، کمیته های چی؟ کمیته قانون های شورشی مسعود رجوی. و نکته دوم که گفتی نکته ترسناکی و نکته خیلی مهمیه، بذار من بهش تمرکز رو بدم و زیرش خطی بکشم. خب جمهوری اسلامی این سالا مجاهدین زیاد کرده و مجاهدین هم خب خیلی دیگه، مثلا تو انگلیس وقتی بگن القاعده دیگه همه دستا رو میزنن زمین، روزنامه‌نگاران همه حقوق بشری رو میگن دیگه القاعده است دیگه، برو هر کاری باش خاصی بکن. و آمریکا هم حالا دیگه راست و غلط القاعده گفته. پس از یک سمت جامعه به استفاده از کلمه مجاهدین حساسیت داره، فکر میکنه که این انگ زدن مثلا حکومتی فارس و به شکلی وزارت اطلاعات دارن انگ میزنن که کار خودشون راحت کنن، همه چی مجاهدین بوده این سالها. از طرفی هم جامعه میگه که حتی علی کریمیش هم میگه به مریم نجوی تو خفه شو،
برای همین جامعه میگه که اصلا تو ایران مجاهدین ممکن نیست بیان. چون نکته که گفتین مهمه، گفتین که ما با نسلی، یعنی بازیگران میدانی و خیابانی قضیه، نسلی بی حافظه هستن، نسلی هستن که تاریخ ندارن، نسلی هستن که با کامپیوتر، با فضای مجازی، با بازی کامپیوتری بزرگ شدن، اصلا نمیدونن مجاهدین این چی، باکری هم نمیشناسن، نه همت میشناسن، نه باکری میشناسن، نه بنی صدر رو میشناسن، نه بازرگان، نه بهشتی رو، نه مصدق، نه کسا هیچی. خب یه نسل بی حافظن، یه نسل بی هویت، بی حافظه کامپیوتری هن که برای اینها مجاهدین هم اونورا اونقدر تابو محسوب نمیشه، برای همین رفتن تو اون بازی خیلی پیچیده نیستش، با تکنیکا هم آشنایی ندارن، برای همین در واقع یارگیری از اونه. یه لایه هم اومده تغییر اسم داده، تغییر برند داده که قانونهای شورشی رو تبدیل کرده به شکلی جوانان محلات. و بخش سوم این پروسه هم کی انجام داده؟ اون خانم های خیلی زیبا و به چه خوش رنگ و لعاب و فرداد فرهزاد و نادر سلطانپور خوش قیافه و خوش صدا در ایران اینترنشنال. اگر دوستان برن مثلا در توییتر به اکانت های این کمیته های جوانان محلات مثلا اصفهان و تهران و کرج و بوشهر و مشهد و نیشابور و سنندج و اهواز و جاهای مختلف برن رجوع بکنن، اینها همشون زاده اکتبر 2022 هستن. دقیقاً در واقع تلویزیون اینترنشنال از همون زمانی که اینها متولد شدن در فضای مجازی، یعنی در همین یک ماه گذشته، اینها رو در واقع به نوعی پروموت کرده و اینها رو به رسمیت شناخته و فراخوان‌های اینها رو هم به عنوان فراخوان‌هایی که کاملا انگار از یک مرجع کاملا شناخته شده و روشنی اومدن بیرون به روش مانوف دادن و تبلیغ کردن. زمانی که شما میبینید این کمیته های بینام و نشان به این شکل دارن از طریق رسانه که ستاد عملیات این عملیات بوده در واقع داره به این شکل تبلیغ میشه، کاملا ما با این مسئله مواجه هستیم که یک هماهنگی در پشت صحنه وجود داره که کاملا نامرئیه و متاسفانه میبینیم که حتی در بین مثلا من متاسفانه دیدم که بعضی از بازیگران سینمای ایران که نمیدونم حالا هنوزم تو ایران هستن یا نه، حتی اینها هم دارن فراخوان‌های اینها رو پوشش میدن و مثلا الان برای فراخوان پیش رو که 14 15 و 16 آذر هست دارن فراخوان میدن و دعوت میکنن مردمو که به خیابان‌ها بیان و در استوری‌های مثلا اینستاگرامشون و این طرف اون طرف دارن اینها رو پوشش میدن و این خیلی چیز عجیبیه. خب پس به عبارتی سازمان مجاهدین خلق میاد همون به شکلی هسته های قیامش رو، اون کانون های قیامش رو ریبرند میکنه و اون رو تبدیل میکنه به شکلی جوانان محلات، کانون های جوانان محلات. اینترنشنال و ایندیپندنت دو رسانه‌ای که رسما با پول سعودی اداره میشن میان اینها رو 24 ساعته تبلیغ میکنن و بهشون مشروعیت میدن لا بلای اخبار دیگه و بعد اینها از دل اینستاگرام سلبریتی های ایران میان بیرون. به عبارتی ما در عرض 70 روز با وضعیتی روبرو هستیم که سلبریتی سینمای ایران که ممکنه که با اوج کار کنه، با سازمان تبلیغات اسلامی کار کنه، با وزارت ارشاد کار کنه، داره پول در میاره تو ایران، نه کم، پول زیاد در میاره. نوید محمدزاده یه تبلیغ 12 میلیارد تومان بود سال گذشته. به شکلی بدنه تولید کننده فرهنگ ایران هستن، قلدری هم میکنن، میگن ما چه میدونم دیگه جشنواره فجر میایم یا نمیایم، ولی دارن تو صفحاتشون به صورت غیر مستقیم تبلیغ سازمان مجاهدین خلق میکنن. این نکته رو داشته باشیم. به عبارت سازمان مجاهدین خلق به کمک این هزینه‌ای که بن سلمان براشون کرده در ایران اینترنشنال ایندیپندنت و بدنه رسانه‌ای کاموفلاژ کرده یا استتار کرده خودش رو و به شکل استتار شده وارد منزل تک تک ایرانی ها شده. یعنی شما تو فرمانیه نشستی خوشگل و قشنگ با ماشین قشنگ، دختر میمی و چه میدونم پسر بابی جون توی تورنتو و اصلا از اسم مجاهدین خلق هم کهیر میزنی ولی نادانسته قشنگ داری اونجا چشم میزنی و میگی که بیا بیا ببین بچه های جوانو دارن چی کار میکنن.